فکر میکنم اگر هنوز کووید داشته باشه نباید مناظره انجام بشه. باید مقررات خیلی سختگیرانه‌ای بذارن. هفته‌های نفستگیر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. امید ترامپ کدام است؟ ترس بایدن از چیست؟ اگر مناظره ترامپ و بایدن برگزار نشود چه تأثیری بر کمپین دو نامزد می‌گذارد؟ این را از یک تحلیلگر مسائل آمریکا می‌پرسم. مناظره امشب معاونان چقدر سرنوشت انتخابات را تغییر می‌دهد؟ این پرسش هم از یک روزنامه‌نگار در آمریکاست. در ادامه برنامه امشب، کرونا عرصه دعوای جناح‌های سیاسی ایران در بحبوحه موج تازه. روحانی دیدار قالیباف با بیماران مبتلا به کرونا را به ایستادن در مسیر سیل تشبیه کرد. میخوان یه عده تروریست رو از سوریه و جاهای دیگه بردارن بیارن منتقل بکنن به نقاطی که نزدیک مرزهای ماست، این غیر قابل قبوله. هشدار روحانی به جمهوری آذربایجان و ارمنستان. رئیس جمهوری ایران به حضور شبه نظامیان سوریه در قره‌باغ اعتراض کرد. واکنش به شهرگردانی دستگیر شدگان جرائم اجتماعی در ایران. پلیس نقابدار بازداشت شدگان را در ملأ عام کتک زد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. تا کمتر از 5 ساعت دیگر معاونان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو در روی هم به مناظره می‌نشینند. در مناظره‌ای که برای بسیاری به دلیل مسن بودن هر دو نامزد انتخابات به اندازه مناظره‌های خود نامزدها اهمیت دارد، چرا که در صورت مرگ رئیس جمهوری در 4 سال آینده معاون او به ریاست جمهوری می‌رسد. معمولاً وظیفه اصلی معاونان نامزدها دفاع از رئیسشان و حمله به رقیب است. اما تحولات هفته پیش از جمله ابتلای دونالد ترامپ به کووید 19 و بستری شدنش در بیمارستان کار را برای معاون جو بایدن سخت کرده. حملات تند به رئیس جمهوری که تازه از بستر بیماری بلند شده میتواند از لحاظ سیاسی به ضرر جو بایدن تمام شود و به محبوبیت دونالد ترامپ کمک کند. در شرایطی که دونالد ترامپ در اکثر نظرسنجی‌های ملی آمریکا عقب است، مناظره امشب چه تأثیری می‌تواند بر فضای انتخابات بگذارد؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از مهنوش پورزیایی، خبرنگارمان در واشنگتن. همیشه نفر دوم بودند و در سایه معاونت ریاست جمهوری و اینجا نامزدی آن و مناظره انتخاباتیش بیشتر تشریفاتی و زیر سایه سنگین نفر اول بوده. اما این بار نه. دلیلش؟ چهار هفته مانده به انتخابات، رئیس جمهوری آمریکا به کرونا مبتلا شده و هر روز تعداد مبتلایان در حلقه اطرافیانش بیشتر می شود. دست کم 18 نفر از افراد نزدیک به کاخ سفید یا مقام‌های ارشد نظامی، سیاسی و حزبی تا کنون به کووید 19 مبتلا شدند. رئیس جمهوری 74 ساله آمریکا بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شده و اصرار دارد خود را سالم و سر حال نشان دهد. اما نفس‌های به شمار افتادش از چشم کسی پنهان نمانده و ابهام در وضعیت سلامت او اهمیت مناظره معاونان نامزدها را به طرز بی سابقه ای بالا برده. حالا که رقیب 77 ساله دموکراتش هم برگزاری مناظره با رئیس جمهوری بیمار را زیر سوال برده است. فکر میکنم اگر هنوز کووید داشته باشه نباید مناظره انجام بشه. باید مقررات خیلی سختگیرانه ای بذارن. عده زیادی تا الان مبتلا شدن و مشکل خیلی جدیه. من هم بر اساس دستور کلینیک و اون چیزی که پزشک‌ها درست تشخیص بدن عمل می‌کنم. عملاً برای آنها که بعد از نمایش تشنج و تنش در مناظره اول مردان اصلی میدان خود را کماکان بلا تکلیف دیده بودند، رویارویی معاونان نامزدها حالا بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده است. رویارویی که مدت‌ها پیش خط و نشانش کشیده شده. پیام من به نامزد دموکرات برای معاونت ریاست جمهوری، به تو تبریک میگم. توی سالت لیک سیتی میبینمت. اینجا وعدگاهی است که با دقت
برای این مناظره تاریخی آماده می شود. مناظره دو حریف که احتمالاً تعیین کننده ترین مناظره انتخاباتی معاونان ریاست جمهوری آمریکا تا امروز را رقم خواهند زد. هم سابقه سیاسی و هم اشرافشان در مسائل کلیدی در انتخابات امسال قابل توجه است. مایک پنس که سالها یک شوی رادیویی محافظه‌کاران در ایالت ایندیانا را اجرا کرده، اقتدار در صحنه را خوب می‌شناسد و 4 سال پیش هم نشان داد که می‌تواند از دشوارترین میدان‌ها برنده بیرون بیاید. رقیبش که حتی در دوران دانشجویی در تیم مناظره دانشگاه هاوارد بوده، از نظر بسیاری برای چنین شبی ساخته شده. کشت و کشتار میشه. حموم خون را میفته. اصلا نمیدونم دلم میخواد تماشا کنم یا نه. دلم برای مایک پنس از حالا میسوزه. سناتور هریس در سنا هم به تیزبینی و استدلال‌های صریحش شهر است و پیش از آن هم تجربه وکالت داشته که حضور در برابر هیئت منصفه چندین میلیونی امشب را ساده تر میکند. در این حال در انتخاباتی که یک نامزد بیمار و 74 ساله است و دیگری 77 ساله، این بهترین فرصت برای هر دو نفر است تا در جامعه یک رئیس جمهوری بالقوه قد بکشند. مهنوش پورزیایی، BBC، واشنگتن. پیش از برنامه با سهراب احمری دبیر بخش دیدگاه روزنامه واشنگتن پست گفتگو کردم و از او پرسیدم ابتلای دونالد ترامپ به کووید 19 و عقب بودن در بیشتر نظرسنجی‌ها چقدر کار او را دشوار می‌کند. سلام به بینندگان. به نظر من کسایی که با کمال اعتماد به نفس پیش بینی میکنن که آقای ترامپ شکست خورده و دیگه ما مطمئنن به یک رئیس جمهوری آقای بایدن داریم منتظرش هستیم، به نظر من اشتباهه. این برای اینکه توی اونجوری که میگن توی سیاست مدت یه ماه مثل یک 100 ساله و خیلی چیزا میتونه عوض بشه. یه مشکل دیگه هم هستش در این نوع پیشبینی اینه که بسیارشون پیشبینی هایی هستن که از نظرسنجی ملی استفاده میکنن. بله، در نظرسنجی ملی همیشه آقای بایدن 10%، 12% بعضی وقتا جلوی آقای ترامپ بوده، اما برای بردن رئیس جمهوری امریکا همونطور که شما میدونین اون چیزی که مهمه ایالاتن و در اون ایالاتی که مخصوصا اون ایالاتی که خیلی نزدیکن تعداد رای دهنده دموکرات و جمهوری خواه و در اون ایالات ما نمیدونیم، به این راحتی نمیتونیم پیش بینی بکنیم و نمیدونیم چه اتفاقی میفته، مخصوصا این مسائل بیماری کووید. رسانه ها که اکثریتشون اگر بتونیم ما به هم بگیم میگم رسانه ها اکثریت طرفداری از آقای بایدن میکنن، این دیگه اصلا هیچ شوخی نیستش. اونا میخوام بگن که این مثلا بیماری آقای ترامپ شدید صدمه زده درگیریش با کووید، اما بسیاری از آمریکایی‌ها هستن، خود من خیلی دیگه، که دلشون میخوان برگردن به زندگی عادی و این حس همیشه حاد بودن و اینکه همیشه بلافاصله بیماری یه جایی پیدا میشه، یعنی باید برگردیم به تعطیلات عمومی و فلان و بسار، خسته شدن و مخصوصا برای طبقاتی که در رسانه ها کار میکنن، در کارهای کامپیوتری میکنن، آسونه براشون سر کار نرفتن، ولی قش کارگر خب نمیتونه، باید بره سر کار و وقتی کار تعطیلات عمومی میشه صدمه میخوره، نمیتونه برای خانواده درآمد بیاره. در این چه به این دلایل شاید تز منه، مطمئن نیستم، ولی شاید این شجاعتی که آقای ترامپ نشون داده که خب بیماری رو گرفت، آقای بوریس جانسون هم در بریتانیا گرفت و بقیه رهبران دنیا بیماری رو گرفتن، ولی بعدش اومد بیرون گفت اوکی هاسپیتال تموم شده، حالا میخوام بیمارستان، دولت بیمارستان تموم شده، حالا میخوام برگردیم به دولت. شاید به اون کسانی از اون آمریکایی که خسته شدن از این رژیم همیشه در حال اورژانس بودن بهش یه امیدی میده و خودشونو شبیه آقای ترامپ میبینن و آقای ترامپو به نوعی یک راهی به برگشتن به نرمال قبل از کرونا
اونو ارزمندی می کنم. اما همزمان منتقدان آقای ترامپ معتقدند که هم سیاست او و عملکرد او در مقابله با بیماری کووید 19 ضعیف بوده، به همین دلیل بیش از 200,000 نفر در آمریکا جونشون را از دست دادن، هم رفتارهاش بعد از ابتلا به بیماری به نوعی بی‌مسئولانه مسئولیت پذیر نبوده و به نوعی تلاش برای کم اهمیت نشان دادن بیماری ممکنه جان افراد بیشتری رو به خطر بندازه. در مورد سیاستاش در جواب به این بحران کووید، من با اون در واقع نظری که اکثریت منتقدین اون در رسانه دارن، من قبول ندارم. به نظر من سخت تصور کرد آقای بایدن چی کار میکرد اگر ایشون در کاخ سفید بودن. یعنی فکر میکنید که در اوج بحران کرونا آقای بایدن مراسمی برگزار میکرد در کاخ سفید، بعد همون آدم ها برن داخل اون ساختمون فضای بسته بدون رعایت پروتکل های بهداشتی؟ فکر میکنید آقای بایدن چنین کاری میکرد؟ راستشو بخواید آقای بایدن وقتی که آقای ترامپ گفتش که سفر از چین ممنوعه، این در ماه مارس بود، آقای ترامپ سفر از چین رو ممنوع کرده، یادتون باشه، مسافرین رو اجازه نداد به آمریکا بیان. نه فقط آقای بایدن و بلکه خیلی از کارشناسان اینه که در دور و بر خودش داشت و کسان دیگه در حزب دموکرات گفتن این یه جور زنوفوبیاست، یعنی یه جور حراس از خارجی یا ترس از خارجیه که و غلطه یا نجات پرستیه فلان و بیسار، محکومش کردن. ولی الان خب میدونیم که همه کشورها سفر رو محدود کردن. در اینچه میگم اون 6 ماه پیش خیلی آسونه کسی که در قدرت در واقع مسئولیت نداشته اون موقع به یکی اشتباه کردی فلان و بیسار، ولی اون موقعی که لازم بود سفر رو ممنوع کردن از چین، آقای بایدن و دموکرات ها بودن که اینو گفتن. البته خب آقای عمری، با این تفاوت که دانش ما راجع به ویروس امروز خیلی بیشتر از 6 ماه گذشت است، اما اجازه بدید عبور بکنیم از این بحث. امشب مناظره دو معاون این نامزدهای انتخابات و تنها مناظره اونهاست. فکر میکنید که این مناظره چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر انتخابات پیش رو؟ فکر کنم فشار برای آقای خانم کامالا هریس بیشتره، تو یعنی این ریسکش برای ایشون بیشتره، برای اینکه خب خیلی‌ها به آقای بایدن به سنش توجه میکنن، نزدیک 80 سالشه، هیچ میدونن اگه وقتی صحبت میکنه بعضی وقتا خیلی فراموش میکنه چی میخواد بگه فلان و بیسار. در نتیجه همه تماشا میکنن خانم کامالا هریس رو به عنوان شاید رئیس جمهور بشه 1-2 سال دیگه، و این در نتیجه باید خودش رو یک سیاستمداری که خیلی به قول معروف نزدیک بوده از خیلی لحاظ به جناح چپ حزب دموکرات، حالا باید خودش رو به کل کشور به عنوان یک کسی که بیشتر میانه روه نشون بده. من فکر می‌کنم میتونه، برای که خانم کامالا هریس سیاستمدار خیلی خوبیه. خیلی آقای پنس به نظر من همچین فشاری روش نیست، برای اینکه همه آقای ترامپ رو می‌بینن با عنوان کسی که در یک ترم دوم به هر حال رئیس جمهور خواهد بود. ولی آقای بایدن به خاطر اینکه به نظر ضعیف میاد از خیلی لحاظ، سنش زیاده، باعث میشه که آدم‌ها به خانم کامالا هریس نگاه بکنن که ببینن که اوکی میتونه این رئیس جمهور بشه یا نه. تصحیح بکنم که آقای سهراب احمری دبیر بخش دیدگاه روزنامه نیویورک پست هستند و نه واشنگتن پست. اما جان قزوینیان رئیس موقت مرکز خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا از شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا با ما. آقای قزوینیان مورخ روابط ایران و آمریکا هستند و کتابی هم در همین زمینه نوشتند که 2 هفته دیگه در بریتانیا منتشر میشه. آقای قزوینیان خوش آمدید به برنامه. شنیدیم در صحبت‌های آقای بایدن که میگفتند اگر آقای ترامپ کماکان بیمار باشن مناظره بعدی رو در شرکت نخواهند کرد. به نظر شما آیا این نمیتونه به نوعی نشان دهنده ضعف آقای بایدن محسوب بشه از دید عده‌ای، برای اینکه عملکرد آقای بایدن در مناظره اول برای بسیاری عملکرد ضعیفی بود؟
Thank you. سلام بر شما و بینندگان شما. I will answer the questions in English just for comfort. سوال ها رو به انگلیسی جواب میدم که راحت تر هستم. فکر می کنم اون تفسیر جمهوری خواست که خب عمل کرده آقای بایدن خیلی خوب نبود در مناظره اول، ولی خب ما در این چند روز اخیر شاهد یک تغییر بزرگی بودیم در افکار عمومی آمریکایی‌ها. عمل کرده آقای ترامپ در مناظره اول که خیلی قطع میکرد حرف آقای بایدن رو و اینکه رفتار نچندان مناسب بود که در شأن و منش رهبری نبود به مسئله کووید و مسئله کرونا که در نهایت ابتلاش رو شاهد بودیم، این خب تاثیر میذاره روی افکار عمومی آمریکایی ها. با توجه به آسیب‌های اقتصادی که کرونا گذاشته، فکر میکنید محتاط بودن آقای بایدن میتونه به ضررش باشه؟ Perhaps. I mean, I think. شاید. خب در نهایتش اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، این انتخابات پایگاه دو طرف، هر دو طرف خیلی وقته که تصمیم خودشون رو گرفتن که به کی رأی بدن. بنابراین بیشتر این انتخابات از نظر اینکه چند نفر واقعا پای صندوق ها حاضر خواهند شد یا رأی خواهند داد اهمیت داره تا اینکه کی نظرش واقعا عوض میشه. به نظر میاد که تعداد خیلی کمی هستن از افرادی که هنوز تصمیمشون رو نگرفتن و خب به نظر میاد که بعضی از اونها در این چند روز اخیر به گفته نظرسنجی ها نظرشون عوض شده و از رئیس جمهور روی برگردوندن. در مناظره اول اشاره چندانی به سیاست خارجه نشد. اساساً آیا سیاست خارجه جایی در انتخابات پیش روی آمریکا داره به نظر شما؟ این یک مقدار عجیب بوده واقعا. این انتخابات کلا تمرکز زیادی روی سیاست خارجی نداشته و نخواهد داشت، اما خب وقتی که نتیجهش مشخص بشه اون وقت ایران به نظر من یکی از موضوعات اصلی در دستور کار هر یک از دو نفری که برنده بشن خواهد بود. بنابراین در اون چند ماه اول سال 2021 باید شاهد این باشیم که ایران یکی از محورهای اصلی خواهد بود و اگر بایدن برنده بشه، واقعیت اینه که یه انتخابات ریاست جمهوری هم در ایران داریم و بنابراین این دولت جدید آمریکا خیلی پنجره کوچکی، فرصت کمی خواهد داشت که با دولت کنونی آقای روحانی و وزیر خارجش ظریف کار کنه، ولی خب باید بیشترین تلاش خودش رو بکنه که این برجام رو در نهایت بتونه زنده کنه تا حد امکانش. اما اگر که پرزیدنت ترامپ بر سر قدرت باقی بمونه، از یک نظراتی قوی تر خواهد شد، از یک نظراتی ضعیف تر خواهد شد در دوره دوم ریاست جمهوریش، با توجه به اینکه کنگره رو احتمالاً به صورت سنتی توجه به سمت سیاست خارجی برمیگرده در دوره دوم هر رئیس جمهوری. بنابراین انتخابات بعدی و چند ماه آینده، چند ماه اول سال 2021 خیلی حیاتی خواهد بود. برگردیم به مناظره امشب معاونان دو نامزد ریاست جمهوری. بسیاری از ناظران معتقدند که یکی از مهمترین مناظره ها بین معاونان نامزد هاست. چرا به نظر شما چنین تحلیلی دارن؟ به دلایل خیلی واضح، برای اینکه ما دو نامزد ریاست جمهوری نسبتاً کهنسال رو داریم، هر دوی اونها بالای 70 سال دارن، یکی از اونها اخیراً به یک ویروس به طور بالقوه مرگبار مبتلا شده و ظاهراً بهبود پیدا کرده و دیگری پیوسته به عنوان فردی ترسیم شده که نمیتونه یه جمله درست رو بدون نقص ادا کنه و خب فرد ضعیفی است. بنابراین مردم برای ترامپ یا بایدن رأی نمیدن فقط، بلکه دارن برای پنس یا هریس هم رأی میدن که این احتمال هست که در 4 سال آینده یکی از این دو نفر چجوری بگیم در بهترین فرم خودشون نباشن به عنوان رئیس جمهور و اون وقت معاون اونها قدرت رو به دست بگیره. متشکرم جان قزوینیان، رئیس موقت مرکز خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران امروز افزایش بی سابقه داشت. به گفته وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 239 بیمار مبتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند و بیش از 4000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. با وخیم‌تر شدن وضعیت شیوع ویروس در تهران پایتخت، دولت به فکر اجباری کردن استفاده از ماسک افتاده. با طرحی به نام ماسک از خانه تا خانه که قرار است فعلا در تهران اجرا شود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. بحران کرونا در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
حالا آمار روزانه مبتلایان شناسایی شده مدتی است که رکورد شکانده. پاییز امسال آغاز افزایش بی سابقه موارد ابتلای روزانه بود و نیمه دوم مهر ماه نخستین بار در 8 ماه گذشته که آمار روزانه وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان از 4000 نفر فراتر رفت. روندی که بیم آن می رود ادامه دار باشد. نکته آن که آمار رسمی وزارت بهداشت نشان می دهد که شمار موارد بستری شده در بیمارستان ها هم به بالاترین سطح از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران رسیده. تشدید بحران کرونا در هفته‌های اخیر در ابعاد جهانی هم مورد توجه قرار گرفته. تا جایی که دولت آمریکا درباره وضعیت ایران ابراز نگرانی کرده و دوباره به دولت این کشور پیشنهاد کمک داده. ایالات متحده از بدتر شدن وضعیت کووید 19 در ایران نگران است و ما بار دیگر پیشنهاد کمک خود را تکرار می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با یادآوری وضعیت زندان‌های ایران گفته: ما در همصدایی با درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایران می‌خواهیم که فوراً تمام زندانیان سیاسی را از زندان‌های پر ازدحام و در وضعیت غیر بهداشتی آزاد کنند. در این شرایط بحرانی اما جان شهروندان ایران موضوع جدال سیاسی مسئولان جمهوری اسلامی شده. این رئیس مجلس است. پریروز در بیمارستان امام خمینی تهران. رئیس بیمارستان تلاش میکند بگوید که ورود به بخش کرونا خطرناک است، اما آقای قالیباف اصرار به بازدید دارد. حرکتی که بسیاری از طرفداران آقای قالیباف آن را نشانه شجاعت او میدانند، اما مخالفانش میگویند اقدامی سیاسی و برندسازی شخصی است برای انتخابات ریاست جمهوری 1400. خداوند به ما عقل داده، خداوند با عقل ما موظفیم حفظ جان. و این پاسخ امروز رئیس دولت به کار رئیس مجلس. کسی نمیتونه بره وسط مسیل وایسته صدای سیل هم داره میشنوه، بیا میترسی وسط رودخونه وایسی؟ خب نترس، وایسته تا آب بیاد ببردت. آقای روحانی جلسه سران قوا را هم که قرار بود دیروز با حضور رئیس مجلس برگزار شود لغو کرد. وضعیت قرمز و هشدار در 30 استان از 31 استان ایران تداوم دارد و حالا با تعطیل شدن بخشی از پایتخت عده‌ای تصمیم گرفتند به مسافرت بروند. دیروز فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا و استاندار تهران در نامه مشترک به وزیر کشور خواستار اعمال محدودیت‌های جدید برای کاهش سفرهای غیر ضروری شدند. تعطیلات آخر هفته در حالی فرا می‌رسد که بسیاری در هفته‌ای که گذشت برای کار و فعالیت روزانه مجبور به تردد در پایتخت بودند. خطر شیوع ویروس در وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس بالاست. به همین خاطر وزارت بهداشت مدت هاست پوشیدن ماسک را در مترو اجباری کرده. حالا از روز شنبه پوشیدن ماسک در سطح شهر هم اجباری می شود و به نظر می رسد وزارت بهداشت دیگر در این باره جدی است. ما لااقل می خواهیم رو مسئله ماسک از خانه تا خانه، کسی که از خانه خارج میشه با ماسک برمیگرده خانه، این به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار بدیم. اما نکته این است که ماسک معجزه نمی کند. بسیاری از تهرانی ها مترو سوارند. تازه ترین آمار نشان می دهد که شمار تردد روزانه مترو سواران در تهران به مرز 1,000,000 نفر نزدیک شده. محدودیت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت باعث شده در ساعت‌های شلوغ فاصله اجتماعی مسافران به کمتر از 1 متر برسد. شرایطی که پوشیدن ماسک را در عمل بیفایده می کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. همزمان با 11 روز درگیری در قره‌باغ، رئیس جمهوری ایران به تندی به ورود شبه نظامیان کشورهای دیگر به این درگیری اعتراض کرد. حسن روحانی این افراد را تروریست خواند و گفت که ایران با آنها در سوریه، عراق و لبنان جنگیده. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شده که شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند برای کمک به جمهوری آذربایجان وارد این کشور شدند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. 11 روز بعد از درگیری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ، دولت ایران موضع جدیدی در ارتباط با این مسئله اتخاذ کرد. موضعی که برای نخستین بار با اعتراضی جدی درآمیخته و بازتابی بود
از نگرانی فزاینده تهران از یک درگیری نظامی مرگبار پشت مرزهای شمال غربی کشور. نکته بعدی که من میخوام بهش تاکید کنم مسئله امنیت منطقه است. منطقه ما موزه ایران در سخنرانی حسن روحانی در هیئت دولت تشریح شد. موزه که بخشی از آن پیش از این هم گفته شده بود. از آن جمله مخالفت ایران با جنگ و آمادگی تهران برای میانجیگری و همچنین به رسمیت شناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان که به معنای حمایت ایران از ادعای مالکیت باکو بر قره‌باغ است. اما در این حال آقای روحانی تاکید کرد که آسیب دیدن روستاهای مرزی کشور برای تهران قابل پذیرش نیست و آخر اینکه کسانی که دولت ایران آنها را تروریست می‌خواند نباید وارد این درگیری شوند. برای ما قابل قبول نیست و ما اجازه نمیدیم که در طول سالیان درازی که ما جنگیدیم شهید سلیمانی تو میدان بوده و جنگیده، برای اینکه تروریست رو در همونجا غل و غم بکنیم و تروریست ها در کنار مرز ما قرار نگیرن. در سوریه با اونها جنگیدیم، با در لبنان، در عراق مردم اونها و با ما هم اونها رو یاری کردیم و اونها کمک کردیم. امروز اگر بنا باشه یه عده‌ای به بهانه‌هایی بخوان یه عده تروریست رو از سوریه و جاهای دیگه بردارن بیارن منتقل بکنن به نقاطی که نزدیک مرزهای ماست، این غیر قابل قبوله. این شبه نظامیان کسانی هستند که در دو روز اخیر به شکل دور از انتظاری از خبرهای مربوط به درگیری قره‌باغ سر درآوردند. ارتش آزاد سوریه که در واقع شبه نظامیان مسلحی هستند که با حمایت ترکیه در حال جنگ با دولت مرکزی سوریه به رهبری بشار اسد هستند. گزارش‌های اخیر حاکی است که ترکیه از میان این افراد یک گروه مسلح 1500 نفری را به جمهوری آذربایجان ارسال کرده. این خبر که ابتدا توسط سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه منتشر شد، در گزارش رسانه‌های دیگر مانند روزنامه گاردین و همچنین نشریه فارین افرز نیز تایید شد. بر اساس گزارش فارین افرز تا امروز حدود 60 نفر از این شبه نظامیان نیز کشته شدند. مسئله حضور شبه نظامیان خارجی در قره‌باغ با مخالفت وزارت خارجه روسیه نیز روبرو شد. هرچند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در مصاحبه روز چهارشنبه به این موضوع اشاره نکرد و تنها خواستار آتش‌بس فوری و پایان درگیری در قره‌باغ شد. آقای پوتین در همین روز برای نخستین بار از آغاز درگیری با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز تلفنی صحبت کرد. الهام علیف هم امروز در آخرین موضع‌گیری‌اش گفت که کشورش بعد از اتمام فاز حاد درگیری نظامی پای میز مذاکره با ارمنستان باز خواهد گشت. در مقابل نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز به مجله تایم گفت که اگر ترکیه پایش را از درگیری کنار بکشد با آتش بس موافقت خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشری در ارمنستان از آغاز این درگیری نیمی از جمعیت منطقه قره‌باغ آواره شدند. منابع نظامی قره‌باغ نیز اعلام کردند که تعداد کشته های این منطقه به بیش از 280 تن رسیده است. اگرچه برخی منابع مجموع کشته های این درگیری را تا امروز فراتر از 300 نفر تخمین می زنند، اما گفته می شود که احتمالاً تعداد قربانیان در میان نظامیان و غیر نظامیان دو طرف بسیار بیشتر است. کیوان حسینی، بی بی سی. همکارم ژیار گل با ماست. ژیار، ابتدا از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شروع بکنیم. این جنگ چطور میتونه برای ایران خطر امنیتی ایجاد بکنه؟ خب رانا، اگه نگاه بکنیم به شبه نظامیانی که به این منطقه به حال اعزام شدن، اینا همون گروه‌هایی هستن، خیلی از اونا گروه‌های اسلام‌گرایی بودن که در سال 2017 ترکیه گروه ها رو جمع کرد، آموزش داد، سازماندهی کرد، تسلیح کرد در قالب جیش الوطنی یا همون ارتش ملی سوریه، اونا رو به کار برد در سوریه علیه کردها به کار برد. خب این افراد همون افرادی هستن که علیه ارتش بشار اسد که ایران متحد اونا بود در سوریه جنگیده بودن. به همین جهت ایران بیشتر به نظر میاد نگران سیاست تهاجمی ترکیه هسته، چرا که ترکیه از این افراد مختلف استفاده میکنه و حضور این شبه نظامیان در نزدیکی مرز ایران
میتونه در آینده برای ایران مشکلاتی به وجود بیاره یا حتی ترکیه از این گروه ها به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد سیاست های خودش در منطقه استفاده بکنه. فراموش نکنیم ما در مناطق ترکنشین ایران در آذربایجان غربی و در آذربایجان شرقی ما دیدیم که به هر حال ناآرامی هایی بوده، احساسات ناسیونالیست ترکی اونجا بروز کرده در یعنی بوده، به هر حال ما دیدیم به وضوح در چند روز گذشته. به همین جهت ایران نگران استش، ممکنه این گروه ها حضور اونها در مرزها به تشکیل گروه های شبه نظامی هم برها منجر بشه و این خطراتی رو از لحاظ امنیتی برای ایران به وجود بیاره. امروز بعضی از منابع آذری اشاره کردن به شبه نظامیان دیگه در جنگ به نفع ارمنستان. اصلا چه تصویری داریم؟ به نظر میاد که شبه نظامیان مختلفی الان درگیر جنگ هستند. ببین رانا، خبرگزاری های وابسته به دولت ترکیه و آذربایجان گفته بودن که نیروهای کرد حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و همچنین کردهای سوریه به ارمنستان رفتن و در کنار ارمنستان دارن علیه آذربایجان می جنگن. حقیقتا این هیچ مدرکی تا به حال ارائه نشده که این نشون بده اینا به اونجا رفتن، چرا که اگه این افراد بخوان از سوریه یا از برحال برن به اونجا باید از خاک عراق یا خاک ایران عبور کنن. هیچ ویدیو و فیلمی از اونا منتشر نشده. اما فراموش نکنیم منطقه قره‌باغ، منطقه که الان برحال مورد نزاع دو کشور هستش، در گذشته در سال 1923 اصلا یک منطقه شبه خودمختار به نام کردستان سرخ داشت بعد از انقلاب اکتبر روسیه. به همین جهت تحت فشار ترکیه اون موقع هم در سال 1929 این خودمختاری منحل شد و بخشی از آذربایجان جمهوری آذربایجان شد. اون موقع که به حال یک سرشماری که شده بود در سال 1926 گفته بودن حدود 51,000 نفر اونجا زندگی میکنن که 70% اونا کرد بودن. کردان دو دسته بودن، یکی کردهای مسلمون بودن، یکی کردهای ایزدی. کردهای مسلمون بیشتر به آذربایجان رفتن تو این جریان جنگ بعد از سقوط شورای سابق، جنگ بین ارمنستان و آذربایجان، و اونا بیشتر آذری هم حرف میزنن و حتی خب خیلی از محققین کرد میگن اونا اصلا ادغام شدن. اما کردهای ایزدی به طرف ارمنستان رفتن. به همین جهت تعجب نمی کنم اگه شبه نظامیانی در اون منطقه علیه آذری ها به جنگن کرد باشن، چرا که اون منطقه همونجوری که گفتم کردهای زیادی در چند صد سال گذشته اونجا بودن. حتی گفته میشه این کردها قرن 9 میلادی اونجا رفتن، اما بعضی از مورخین میگن اینا کردهایی بودن که از خراسان و منطقه موصل توسط شاه عباس صفوی قرن 16 به اونجا فرستاده شده بودن که تا به عنوان یک نیروی میان برها مرزهای ایران و منطقه تحت کنترل عثمانی ها استفاده بشه. به همین جهت این گروه ها ممکنه که در اون منطقه تحت کنترل ارمنستان باشن، تحت تأثیر ایدولوژی حتی عبدالله اوجلان رهبر PKK باشه و این گروه ها ممکنه حتی عکس ایشون رو ببرن. اما اینکه نیروهایی از PKK یا سوریه، کردهای سوریه بلند شدن رفتن ارمنستان علیه آذری ها به جنگن، هنوز مدرکی نیست که این رو ثابت کنه. اما کردهای زیادی در اون منطقه زندگی میکنن. متشکرم جیار گل. در روزهای گذشته ویدیوهایی در فضای مجازی و چند خبرگزاری در ایران منتشر شده که واکنش‌هایی به دنبال داشته. این ویدیوها نشان می‌دهد که مأموران نقابدار نیروی انتظامی افرادی را که عرازل و اوباش می‌نامند در برابر انظار عمومی با خشونت و ناسزا در خیابان‌های تهران و رشت می‌گردانند. مریم افشان گزارش می‌دهد. 8 مهر ماه بیمارستان پورسینای رشت، عده‌ای با قمه در این بیمارستان در حال نزاع هستند. 10 مهر ماه و تنها 2 روز بعد حمله کنندگان به بیمارستان در سطح شهر چرخانده می شوند. مردان نقابدار نیروی انتظامی مدام بر سر این متهمان می کوبند و به زور سر آنها را بالا نگه می دارند. این نمایش وحشت در روزهای گذشته در چند منطقه تهران از جمله مشیریه هم ادامه داشت. در ویدیوهای منتشر شده دستگیر شدگانی که مورد خشونت مردان نقابدار نیروی انتظامی هستند، بارها و بارها ابراز پشیمانی می‌کنند. مردان نقابدار
مردانی که در خیابان‌ها چرخانده می‌شوند، البته متهم به اعمال خشونت با شهروندان جامعه هستند. اما هنوز خبری از دادگاه و روند دادرسی آنها منتشر نشده. این اعمال بدون تردید عمل مجرمانه هستش. در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی، نه اون که در سال 75 تصویب شد و نه اون که در سال 92 اون قسمتش تصویب شد، اجازه داده نمیشه که کسی رو مأمور به جز اون چه که در مجازات هست که یا شلاق هست و یا حبس هست نوع دیگری مجازات کنه. من بخشی از این کلیپ ها رو که دیدم کسی رو با کفش دارن تو سرش میزنن و بنابراین این عمل کاملا مجرمانه هستش. باید مجازات رو قانون تعیین بکنه، نه افراد، که این هرج و مرج رو نتیجه خواهد داد. اگر که شما ناراحتید یا عصبانی هستید، از مجاری قانونی بخواهید که مجازات این افراد تفاوت بکنه، تغییر بکنه، اما اینکه خودتون مجازات بکنید این کار غلطی هست و مایه هرج و مرج خواهد شد. اما هدف از این نمایش وحشت در خیابان‌ها و انظار عمومی چیست؟ جانشین پلیس تهران میگوید این افراد موبایل قاب نبودند، اراذل اوباشی بودند که از مردم زورگیری می‌کردند. پلیس آنها را دستگیر کرده و برای عبرت دیگران آنها را در محل چرخان تا همه بدانند این افراد هیچ قدرتی ندارند. بسیاری اما می‌گویند چنین رفتاری از جانب پلیس و تنبیه متهمی که هنوز دادگاهی نشده، آن هم در خیابان می‌تواند به خشونت بیشتر در سطح جامعه دامن بزند. می‌گویند ریشه خشونت اولیه باید بررسی شود. مدت هاست تصاویر کیف قاپی، باجگیری و خشونت‌های فیزیکی در فضای مجازی و یا حتی خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. بعضی معتقدند افزایش این درگیری‌ها و حمله به شهروندان در خیابان‌ها ریشه در وضعیت بد اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم دارد. شرایطی که در سال‌های اخیر به دلیل فشار تحریم‌ها و فساد اقتصادی نهادینه شده هر روز وخیم‌تر هم می‌شود. اما آیا رفتار خشونتبار و تحقیرآمیز با بازداشت شدگان، چه مجرم باشند چه نه، مسئله را حل می‌کند؟ مریم افشنگ، بی بی سی. در تلاشیم که در ادامه برنامه گفتگویی در این باره داشته باشیم. یک سازمان مدافع آزادی بیان از ایران خواسته اینترنت را به بهانه امنیت ملی قطع نکند و دسترسی به شبکه جهانی را به عنوان یک حق انسانی به رسمیت بشناسد. سازمان آرتیکل 19 گزارشی درباره قطعی اینترنت در ایران در پی اعتراضات آبان 98 منتشر کرده و گفته با گذشت نزدیک به یک سال هنوز معلوم نیست که چه فرد یا نهادی در این باره مسئول است. این گزارش همچنین از تغییراتی در ساختار شبکه اینترنت ایران هم خبر می‌دهد. بهرنگ تاجین گزارش می‌دهد. اعتراض هایی که 24 آبان 1398 بر سر افزایش قیمت بنزین شروع شد و به ده ها شهر ایران کشید. شیراز، شلیک نیروی انتظامی، علاوه بر برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضان که گمان می رود به مرگ صدها نفر منجر شده باشد، مقام های ایران تصمیم گرفتند اینترنت جهانی را هم قطع کنند. مردم با تیر زدم. طی 48 ساعت دسترسی بیشتر کشور به خدمات سازمان مدافع آزادی بیان آرتیکل 19 گزارشی درباره این قطعی منتشر کرده و میگوید بعد از یک سال هنوز کسی مسئولیت آن تصمیم را نمیپذیرد، کاری که قاعدتاً باید به عهده شورای عالی امنیت ملی می بود. زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی، یعنی شورای امنیت کشور، در پروسه تصمیم گیری نظر نهایی را داده. رئیس شورای امنیت کشور وزیر کشور هستش، اما دولت روحانی نمیخواهد مسئولیت این تصمیم رو قبول کند. به گفته این گزارش 25 آبان بعضی از معترضان از طریق اینترنت با هم هماهنگ میکردند. همان روز گزارش ها درباره قطعی اینترنت موبایل شروع شد. تا بعد از ظهر روز بعد 26 آبان اینترنت بین المللی در تقریبا همه جای ایران قطع شده بود. سه روز بعد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخشنامه‌ای به ISP ها دستور داد که اینترنت بین المللی شرکت ها، نهادهای دولتی، دانشگاه ها و رسانه ها را به تدریج وصل کنند. هرچند که این بخشنامه دو استان خوزستان و البرز و شهرهای نظیر شیراز را مستثنا کرده بود.
5 روز دیگر یعنی تا 4 آذر طول کشید تا اوضاع اینترنت ایران تقریبا به حالت عادی برگردد. در واقع یک اینترنت ایرانی با میزبانی کاملا داخلی و با وجود قطع اینترنت بین المللی کاربران هنوز به سایت های داخلی دسترسی داشتند، چیزی که هدف اصلی ایران از اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات معروف به اینترنت ملی بود و اپلیکیشن های جاری. ولی معلوم شد این شبکه داخلی برای چرخیدن اقتصاد کشور کافی نیست. قطعی چند روزه اینترنت به اقتصاد ایران و فعالیت‌های صدها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ ضربه شدیدی زد و داد فعالان صنعت آیتی و حتی مدیران وزارت ارتباطات رو هم در آورد. در روز 2500 میلیارد ما کاهش به حوزه آیتی بوده. در میزان آسیب کسب و کارهای کوچک و بزرگ هم قابل مقایسه نیست. ما بزرگامون خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتن، ولی یک کسب و کار کوچک خانگی طبق آمار ما 1/20 شده، یعنی 5% رسیده از اون عدد خطر. که نزدیک 200,000 کسب و کار خرد و خانگی داریم که عموما سایت یا سرچ انجین نیستن و کسب و کار خانگی هستن. نزدیک تعداد تراکنش ها افت 90% و حجم تراکنش ها افت تا 96-97% داشت. اما که من نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته از همه بیشتر آزاردهنده است. اینکه من نمیدونم فردا باید تو اینترنت سرویس بدم، باید گوگل داشته باشم، نباید داشته باشم، فردا تو اینترنت اصلا هستم، نیستم. تو این یه هفته بجز در واقع امثال ترسی و اینها و بعضی که به بانک بزرگ وصل بودن، کیا تونستن تراکنش بانکی بزنن؟ ما مجبورشون با کارت به کارت رو بندازیم. سازمان آرتیکل 19 میگه تحقیقاتش نشون میده که ساختار شبکه اینترنت ایران از پارسال تا حالا تغییر عمده ای کرده. برای سالها اتصال به شبکه جهانی اینترنت در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بود و همه ISP های ایران اینترنتشان را از این دو می‌گرفتند و در اختیار مشتریانشان می‌گذاشتند. ولی به گفته آرتیکل 19 حالا بعضی از ISP ها اجازه پیدا کردند که مستقیماً به سرویس دهندگان خارجی اینترنت متصل شوند. این نشانه خوبیه چون ایران به اینترنت جهانی وصل میمونه، ولی برای آزادی آنلاین معنای خاصی نداره، به خصوص برای اعتراضات، چون این شرکت ها مجبورن با قوانین داخلی فیلترینگ متمرکز دولت باشون رعایت کنن. شرکت اپل اپلیکیشن های مرتبط با توسعه دهنده. سازمان آرتیکل 19 در گزارشش از شرکت های بزرگ آمریکایی بابت محدود کردن دسترسی ایرانیان به بعضی از سرویس هایشان هم انتقاد کرده. قدرت بی قاعده مقامات ایران. این سازمان به نهادهای مختلف حکومت ایران توصیه کرده دسترسی به اینترنت جهانی را به عنوان حقی انسانی به رسمیت بشناسند و از قطع شبکه برای حفظ امنیت ملی خودداری کنند، هرچند که خیلی به اجرای این توصیه ها امیدوار نیست. ما ولی توضیح خود را به مکانیزم های بین المللی مثل اتحادیه اروپا فرستادیم، ازشون خواستیم با ایران مذاکره کنه که از ایران بخواد تا اصلاح بشه و حامی حقوق بشر باشه. همچنین از آمریکا خواستیم سیاست‌های خودش که اینترنت ایران رو بعضی وقتا از اینترنت بین‌المللی قطع می‌کنه یا محدود می‌کنه عوض کنه. اتفاقات پاییز گذشته نشان داد که با وجود همه سرمایه گذاری ها روی سیستم فیلترینگ، مقام های ایران باز هم اینترنت را یک خطر میبینند و از قطع آن ابایی ندارند. داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. هزینه هایش هر چه که میخواهد باشد. بهرنگ تاجدین، BBC. ما برگردیم به موضوع گزارش قبلی ما درباره تصاویری که از برخورد خشن نیروی انتظامی با عده‌ای از متهمان به آسیب‌های اجتماعی داشتیم و برای بررسی بیشتر این موضوع احمد بخارایی مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران از تهران با ماست. خوش آمدید به برنامه آقای بخارایی. اعمال خشونت برای مقابله با خشونت چقدر تأثیر میتونه بگذاره بر متهم؟ من ابتدا سلام دارم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه من رو برنامه‌تون دعوت کردید. ببینید، خشونت نمیتونه پاسخ خشونت باشه قطعا،
اگر ما یک نگاه سوری و سطحی به جرایم، حالا اینجا بحث سرقت گوشی‌های همراه هستش، اگر صرفاً یک نگاه سوری و شکلی داشته باشیم، بر اون اساس شاید بشه گفت یک سیاست تعدیبی که بیشتر شکلی هست، شاید بتونه پاسخ باشه. اما اونچه که در ایران داره اتفاق میفته، به طور عام عرض میکنم بحث جرائم و به طور خاص بحث سرقت و به طور اخص بحث سرقت گوشی‌های همراه که امروز موضوع بحث شما هست، همه اینها در یک کانتکست وسیع بررسی میشه. همه اینها دارای عواملی هستند، عللی هستند که از گذشته جریان داشته تا امروز. همه در یک کانتکست محتوایی بررسی میشه. بحث نیاز هست، بحث اجبار اجتماعی هست و نهایتاً پیامدهایی که داره. به این معنا که اگر برخورد خشونتبار صورت بگیره، یعنی صرفاً برخورد شکلی و سوری باشه و سطحی ببینیم و بخوایم پاسخ خشونت رو با خشونت بدیم، نهایتاً پیامدش این خواهد بود که اون چیزی که عیان هست، جرائمی که به شکل عیان اتفاق میفته، پنهانی تر میشه و شکل ساده به شکل پیچیده تر تغییر شکل میده و شکل فردی به شکل گروهی و باندی در میاد و عملاً نه اینکه مشکلی آنچنان حل نمیشه، بلکه شاید مشکلات بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین به طور مشخص در پاسخ به سوال شما که آیا این گونه سیاست‌های تعدیبی آیا در شرایط ایران، من در متن اجتماعی ایران عرض می‌کنم، در متن اجتماعی که سرقت گوشی‌های همراه در دایره وسیع‌تر سرقت‌های بزرگتر قابل تحلیل هست، سرقت‌های بزرگتر به چه معنا؟ در حد وسیع به این معنا که گفته میشه توسط رئیس پلیس آگاهی تهران که در سه ماهه از اردیبهشت تا پایان تیر ماه بیش از 50% سارقینی که دستگیر شدن سرقتشون برای بار نخست بوده، سارق اولی بودن. ببینید این آمار بسیار جای تحلیل داره. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که امروز اگر موضوع بحث شما و جامعه امروز ما به خاطر واقعی که در مقابل پاساژ علایالدین اتفاق افتاده شامل سارقین گوشی‌های همراه میشه، اگر در یک کانتکست وسیع، در یک متن وسیع تحلیل نشه، آب در هاون کوبیدن است اینجور سیاست‌های تعدیبی و به تبع شرایط رو پیچیده تر. آقای بخارایی، میدونیم که عده‌ای یه بخشی از افکار عمومی از این رفتارهای خشن به نوعی قرون وسطایی استقبال میکنند. فکر میکنید که چنین رفتارهایی چه تأثیری بر روح و روان جامعه میتونه بگذاره؟ ببینید، این البته اگر بخوایم یک وصفی و توصیفی از این موضوع داشته باشیم، شاید بهتر بتونیم همدلی بکنیم با اون افرادی که ممکنه استقبال بکنن. یعنی ما باید یه امپاتی با اونا ارتباط داشته باشیم و بتونیم حال و روز اونا و موضع‌گیریشون رو بهتر درک بکنیم. ببینید، کسانی که سارق گوشی همراه هستند، خب بعضی هاشون به اشکال خیلی رقتبار و خشونتبار روی میارن، ممکنه همراه با از سلاح سرد آزار شدن ببینه به افراد ضعیف و ببینه به زنان. از این زاویه که نگاه بکنید، خب ممکنه در کوتاه مدت و لحظه‌ای افرادی که آسیب دیدن یا شاهد اینو برخوردهای خشونتبار بودن که در بسیاری موارد منجر به زخمی شدن فرد مقابل می‌شده، ممکنه کوتاه مدت خوشحال بشن از این موضوع. این بیشتر یک امر احساسی و هیجانی است. اما گذشته از این که باید با اونها همدلی کرد، یعنی من احساس میکنم یک فردی که در جامعه با مظلوم واقع شده به این معنا که وقتی در جامعه‌ای که اشتغال به اندازه کافی تدارک دیده نشده باشه و ما بشنویم که بیش از 50% فارغ التحصیلان در مقاطع ارشد و دکتری تقریبا بیکار هستن، من اینها رو اسمشون میذارم کسانی که مورد ظلم واقع شدن، ظلم اجتماعی. حالا اینها برای امرار معاش خودشون ممکنه دست به کارهایی بزنن که یکیش فرضاً همین موردی باشه که امروز شما دارید بهش نگاه میکنید و تحلیل میکنید، یعنی یک مظلوم در مقابل یک مظلوم دیگه قرار میگیره. من جامعه شناس از این زاویه نگاه میکنم. و
حالا از این زاویه که نگاه میکنم اون نوع برخوردهای خشونتباری که شما میفرمایید اینها پاسخ نخواهد داد از جانب پلیس، همان گونه که نداده از پاسخ. من یک نمونهش رو عرض بکنم، تقریبا سال 91 بود که یکی از افراد رو به اسم اشرار درجه 3 ارازل اوباش درجه 3 در مشیریه تهران چرخوندن و گردوندن در ملاء عام. این فرد بعد از 8 سال در سال 98 دوباره دستگیر شده بود، حالا این بار به عنوان ارازل اوباش درجه 1 دوباره به گردش در آمد، به چرخش در آمد. میخوام بگم اینها جز این که کینه رو در اینها تشدید میکنه، چون اینا قربانی هستند، عرض کردم من از اون زاویه نگاه میکنم که به نحوی اینها قربانی هستند در جامعه این نظام اجتماعی که میبایست همه جانبه پاسخگو باشه به این جوان، چه تحصیل کرده چه تحصیل ناکرده. وقتی که اتفاق نمیفته، عملا فردی که قربانی است ممکنه به هر وسیله متوسل بشه، از جمله انواع سرقت. متشکرم از شما. احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان مثل انتخابات‌های گذشته به مردم وعده‌های زیادی دادند، از ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری تا توسعه پایدار و زندگی شایسته. اما با گذشت نزدیک 30 سال از استقلال این کشور، بخش قابل توجهی از نیروی کار تاجیکستان همچنان برای کار و کسب درآمد به روسیه مهاجرت می‌کند. سهراب زیا در ادامه گزارش‌های ویژه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به دو خانواده سرزده و انتظارات آنها را از انتخابات پیش روی این کشور جویا شده. در مدرسه خصوصی آموزگار است. ماهانه نزدیک 200 دلار درآمد دارد که نسبت به معاش معلمان مدارسی دولتی بیشتر است، اما برای خرج روزگارش کافی نیست. بسیاری از تاجیک ها در مناطق روستایی بخشی از نیازهای خانواده هایشان را از راه کشاورزی و با فروش مواد غذایی و میوه سبزیجات تامین می کنند، زیرا تنها معاش برای تامین خرج زندگیشان نمی رسد. در تاجیکستان میانگینی حد اقلی معاش 400 سومانی یا معادل 38 دلار، حقوق متوسط معادل 140 دلار و حقوق متوسط بازنشستگی 303 سومانی یا 31 دلار است. در چنین وضعیت افراد زیاده مثل اعضای خانواده این زن ناچار شدند به مهاجرت رو آورند. شوهر و پسر این زن و یکی از دخترانش همراه داماد و نوه‌هایش در روسیه به سر می‌برند. بیکاری باعث مهاجرت آنها شده. شوهرم در ترمینال مسافرکشی شهر دوشنبه کار می‌کردند و راستی گفت نمی‌دونم چرا که فعالیت کارخانه قطع گردید و او مدت بیکار موند، چون سن و سالش به جای رسیده است، با سن و سال او کاری موافق یافتن مشکل تر شد و او مجبور شد که برای پیش بردن زندگی همون با مسافرت رود. پسرم هم همچنین بعد از اون که من همین کارانتین اعلان کردند و بیکار موند و او مجبور شد که برای پیش بردن زندگی، کمتر بهتر کردن سطح زندگی همون، همراه پدر فعالیت کرده ایستاده است. خواسته اصلی مشرفه محمد جان و هزاران زن دیگری تاجیک از انتخابات پیشی روی ریاست جمهوری تاجیکستان یک چیز است: بازگشت شوهران و فرزندان مهاجرشان از روسیه به وطن. روزی رسد که جوانان تاجیکستان ما دور از پدر و مادر نباشند و در مسافرت میو در وطن خود، همه آنمون نیرو، دانش، عقل و ذکاوت خود را در وطن، در جمهوری خودمون مصرف نمایند، معاش خوب گیرند، اونگونه معاش گیرند که برای بهتر کردن زندگیشون رسد و حاجت به عذاب کشیدن و حاجت به مسافرت رفتن نباشد. مقامات در تاجیکستان میگویند در 7 سال اخیر، یعنی از انتخابات گذشته تا حالا، بیش از 1200 کارخانه نو تولیداتی در کشور به فعالیت شروع کرده و همه ساله 150 هزار شغل دائمی و موقت ایجاد می شود و تعداد مهاجران هم 50% کاهش یافته. آمار و ارقامی که با واقعیت ها چندان همخوانی ندارند.
این جوان یکی از هزارها شهروندی تاجیکستان است که تمام شکست و رختی روزگارشان را از پولی مهاجرت تامین میکنند. حالا سه برادرش در روسیه مهاجرند. شیوعی بیماری کووید 19 و قطع پروازها به روسیه خود او را مانند هزارها مهاجری دیگر در تاجیکستان زمینگیر کرده و نقشه های زندگیشان را برهم زده. مشکلی بسیار جوانان این کشور ما به فکر من امید بیکاری است. هر نامزد ها کدومی که انتخاب شود خواهش داریم که اون آینده جای کاری زیادتر کنند. 20 سال شد قریب روسیه رفته میبینم. از امین لیوز میخوام که در امید وطن اختمان کارخانه کشده شود. مثل زیادتر جای کاری شود ما در همجا کار کنیم پیش زن و فرزندمون. بر اساس ارزیابی ها زندگی 70% خانواده ها در تاجیکستان با پول میچرخد که بستگان مهاجرشان از روسیه به آنها میفرستند. صرف نظر از وعده های نامزد های انتخابات و توقع رای دهندگان، باز هم در دراز مدت مهاجران تاجیک هستند که تنور زندگی صدها خانواده در تاجیکستان را گرم نگاه خواهند داشت. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.